دلخوش از آنیم که حج می رویم، دلخوش از آنیم که حج می رویم، غافل از آنیم که کج می رویم. کعبه به دیدار خدا می رویم، او که همینجاست کجا می رویم. حج به خدا جز به دل پاک نیست، حج به خدا جز به دل پاک نیست، شستن غم از دل غمناک نیست. دین که به تسبیح سر و ریش نیست، هر که علی گفت که درویش نیست. صبح به صبح در پی مکر و فریب، شب همه شب گریه و امن یجیب. صبح به صبح در پی مکر و فریب، شب همه شب گریه و امن یجیب. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران، ملت دلاور، ملت مستوح، آگاه و همبسته ایران، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو از تلویزیون پارس می آغازم. در آغاز این برنامه چامه‌ای رو خوندم با این سرآغاز: دلخوش از آنیم که حج می رویم، غافل از آنیم که کج می رویم. طبق آماری که سازمان جهانی در سال 2008 داده، درآمد دولت عربستان از زیارت خانه خدا، از زیارت کعبه، معادل 29 میلیارد و 856 میلیون دلار بوده، یعنی نزدیک به 30 میلیارد دلار. چه حج عمره یا چه حج تمتعی ها، همه رو که جمع کردن عربستان نزدیک به 30 میلیارد دلار در سال 2008 از کسانی که به حج رفتن پول گرفته، درآمد عربستان بوده. میگن آقای میرزا قاسی باغ، یکی دو سه باغ بزرگی در عباس آباد داشت. برای اینکه این درختاش رو آبیاری کنه و گرفتار کم آبی نشه، خواست دو حلقه چاه در این باغ بزنه. یکی از شاهکنها رو خواست و باش قراردادی گذاشت و آمدند و شروع کردن به کندن چاه. یه هفته گذشت، دو هفته گذشت، هر روز اینا حاج میرزا قاسی میومد پولای این دوتا چاهکنا رو میداد و باز هفته بعد همینطور، هفته بعد دو ماه، سه ماه، بالاخره حاج میرزا قاسی خسته شد، گفت آقا چرا این چاها به نتیجه نمیرسن، به آب نمیرسن؟ گفت قربان، این زمین اینجا اصلا آب نداره. گفت بله، زمین اینجا آب نداره، برا من، برا تو نون داره. حالا داستان مکه است، بله خدا همه جا هست، چرا خودتون رو گول میزنید، بلند میشید میرید اونجا، ولی اگر برای شما نتیجه ای نداره، برای دولت عربستان نون داره. در یکی دو تا از کتاب های این دیوانگان به قول خودشون چیزهای اربعه، احادی محدثان اربعه، چهار حدیثگوی اسلام، یکیشون آقای اسحاق فرزند یعقوب کلینیه که از اسم معلومه که یهودی جدید الاسلام بوده، پدر شیعه رو در آورده، یکیش سیبویست، ببخشید ابن بابویست، یکیش ابن بابویست که ابن باب ویه میگن، یکیش بهارالانوار مجلسیه، و این چهار نفر، یکی همون شیخ عباس قمی بوده. اینا پرت و پلاهایی در کتابهای خودشون نوشتن که به نظر من تا حشیش نمیزدن، تا بنگ نمیزدن، تا از حال عادی خارج نمیشدن، نمیشد اینقدر یاوه بنویسن.
حالا امروز از یکی دو تا از این کتاب ها من قیافه امام زمان رو بنابر گفته اینها براتون میگم که امام زمان چه قیافه ای داره وقتی ظهور میکنه. اینایی که میگم یا از اصول کافیه که مال کلینیه، یا بهاءالله انواره مال مجلسیه، یا کشف القمس قمه حالا نقمه عمه حالا معلوم نیست چیه، از این کتاب ها زیاد دارن، مال یه دیوانه دیگه. نوشتن قائم آل محمد کسی است که هرگاه خروج کند با اینکه در سن پیری است، با اینکه بنگ و زده حواسش جمع بوده، برای اینکه 1200 ساله میگن امام زایده شده دیگه، پس میگه سنش پیریه. اگه بگه پیره، آدم 1200 ساله رو باید 6 تا منجنیق زیر کلو بازوش بزنن تا این بتونه پاشو بکشه رو زمین، چه برسه بره و اسب سوار شو اینا. بنابراین گفته پیر است اما سیمای جوان دارد و آنسان قدرت جسمی دارد که دستش را گرد بزرگترین درخت روی زمین بیاندازد، میتواند آن درخت رو از ریشه بکند. بینندگان عجبن، نمیدونم شما اونایی که در آمریکا هستن میدونن، ولی اونایی که در آمریکا نیستن نمیدونم آگاه هستن. در شمال کالیفرنیا درخت هایی هست به نام سکویا، درخت سکویا. اینقدر این درخت ها بزرگه که از وسطش بریدن، از وسط اون پایین درخت و جاده باز کردن و اتومبیل ها از وسط پایین این درخت میرن، از اون میرن بیرون. یعنی دور این درخت شاید 20 متر 22 متر باشه. حالا من میخوام ببینم این امام زمان 1200 ساله چجوری دستشو میندازه گل این درخت سکویا و این درخت سکویا رو از جا میکنه. حالا تازه بکنه برای چی؟ کارشه. به هر روی امام اگر در میان کوهستان صدای خود را بلند کند، سنگ های کوه ها قطعه قطعه می شوند و فرو می ریزند. عصای موسی علیه السلام و انگشتر حضرت سلیمان علیه السلام با اوست. آدمی که اینقدر گردن کلفته به انگشتر عصا چیکاره؟ اینی که دور درخت سکویا دستشو بکشه درخت رو عریشه میکنه، این دیگه نیاز نداره. وقت جالب اینجاست که میگن امام به هنگام ظهور لخت و عریان است، لخت و عریان ظاهر میشه. تجسم کنید یه آدمی 1200 ساله لخت و عریان بیاد بیرون و دستشو برای امتحان زور خودش بندازه گرد درخت و درخت رو عریشه بکنه. نقل از یکی از امام، حالا امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام زین العابدین، کیه من گفته مهدی از خاندان ماست. حالا 150 سال بعد مهدی زاده می شده، آقا گفته مهدی از خاندان ماست. اگه امام زین العابدین بگم آقا برو خودتو معالجه کن، تو که اینقدر پیشگو هستی چرا مریض شدی؟ قیافه امام بلند پیشانی، برآمد بینی که وسط بینیش برآمدگی دارد. قیافه خوب دقت کنید، یکی پیشونیش قلمبه و برجسته است و یک دماغ گندم داره، وسطش هم قوز داره. امام زمان پیشانی بلند و بینی برآمده و شکم ستبری دارد. من دارم تو چایشون چی خورده که اینقدر شکم آورده، شکم ستبر بزرگ آورده. رانهایش لاغر و در ران راستش یک خال است. حالا این آقا 1200 سال پیش از زایده شدن امام اومده همچی پیشگویی رو کرده، یا در همون آقای کلینی که در همون موقع بوده این دروغ رو ایشون ساخته که مثلا دیشب امام 12 زاده شد. این آقای کلینی امامی رو که هیچ کس ندیده از کجا فهمیده؟ رونه راستش خالم داره. رانهایش لاغر، در ران راستش خالیست، گشاد دندان باشد. من نمیدونم گشاد دندان یعنی چی، میخواد بگه وسط دندوناش چاک داره. حالا فکر کنی اگه همه دندونا وسطش چیز بوده مثل این کلیدای پیانو باشه، قیافه تماشاییه. و از بیداری کشیدن شبها چهرهش به زردی میگراید. قسم میخوره آخه. چشمانش سیاه، ابروانش به هم پیوسته، در وسط دندانهایش گشاده و گوشت صورتش کم است. خیلی وحشتناک میشه همچی قیافه رو.
موهای سرش درخشنده، سیاه و مجعد، اما نه زیاد در هم و پیچیده، تا نرمی گوشش آویزان و بر روی دوشش ریخته و از وسط دارای فرق است. اینا رو میتونید بشینید اونایی که نقاشی دارن نقاشی کنن ببینن. البته نقاشی این رو در لپتاپ برای من فرستاده بودن ولی من نیاوردم اینجا بذارم دیگه، چون در برنامه من شایسته نیست. کف دست اون حضرت پهن و بزرگ، از سینه تا ناف سینه پهن و فراخ، و از گودال گلو تا ناف مانند خطی از مو کشیده شده. سینهش که فراخه، دستش که گنده است، شکمش هم که بزرگه، رونش هم لاغره. عجب عجوبه‌ای میشه، چه قیافه‌ای. دندانهای چون شانه ظریف و جدا از هم، و دندانهای جلو شفاف است. اون پشتری ها رو مسواک نکشته. مردم به واسطه نور چهره ایشان از نور آفتاب و ماه بی نیازن. یعنی شب و روز روشنه، چون ایشون چهرهش اینقدر روشنه و میتابه. خب فعلا بریم سر برنامه اصلیمون که زبان پارسیه. یکی از بینندگان با ایمیل از من پرسیده، دو پرسش کرده که هم اکنون میگم. یکی این که گفتن من اهل شهر دهکده هستم به نام سیری یا سیری، و من نمیدونم که این چه معنا میده. والا من هم در هر یک از این انسیکلوپدیاهای جغرافی و نام شهرها و روستاهای ایرانی گشتم، یه همچین اسمی رو یه همچین نامی رو ندیدم، طبعا معنای اون رو هم ننوشتم. پرسش دیگر ایشون اینه که آیا ما میتونیم واژه خواهش رو بدون واو بنویسیم؟ یعنی خواهش یا خواهش نگیم، بلکه بگیم خواهش، همونطور که خ الف ه و ش. برای اینکه در گفتار که فرق نمیکنه، چون ما واو رو که در گفتار نمیگیم، بنابراین خب چرا در نوشتار بنویسیم؟ پاسخ ایشون اینیست که زبان فارسی یکی از شاخه های زبان های ایرانی است و از دیگر زبان های ایرانی واژه هایی رو گرفته، همونطور که از زبان فارسی واژه هایی به زبان های دیگر ایرانی رفته. زبان های دیگر ایرانی چیه؟ زبان مادیه که همون کردیه، بلوچیه، لوریه، بعد دیگه بخارایی، خجندی و گیلکی. اینا زبان‌ها شاخه های زبان‌های ایرانی هستند. فارسی هم، این فارسی که من و شما سخن میگیم، یکی از اون شاخه هاست و از اونها آمده. و واژه خواهش از زبان ایرانی مادی آمده، یعنی زبان کردی. این زبان را هم میهنان کرد ما خواهش میگن، خواهش یا میگفتن. بنابراین وقتی خواهش میگفتن، خواهش، واوشو باید بنویسن و ما هم باید خواهش بگیم. اما چون انقدر در زبان فارسی گفته شده و تند بر زبان اومده که در گفتار واو دیگه به گوش نمیخوره، همون خواهش میگی. نمونه های دیگری هم داریم، خواهره که خواهره، خواستنه که خواستنه، خوابه که خوابه، و و و مانند اینها. بر این پایه من فکر میکنم ایشون پاسخ خودشون رو گرفتن. در اینجا امروز نیمروز بود، یکی از این رادیوهای فارسی زبان، نه در لس آنجلس، چون میدونید الان میشه رادیو فردا رو گرفت، رادیوی تنها رو گرفت، رادیوی همین پرژن رادیو رو گرفت و 670 رو گرفت، خیلی میشه. در اینجا من دیدم یه آقای سخن میگفت و هی میگفت رهبریت ایران، رهبریت، رهبریت. این یکی از نادرستگویی هایی است که در زبان ما آمده و هم نادرستگویی
تبدیل شده به نادرست نویسی. و این نادرستگویی، یعنی این ناهنجاری این است که واژه‌های پارسی رو به شیوه مصدرهای جعلی تازی یا کارواژه‌های ساختگی تازی می‌نویسن. واژه فارسیه، مصدر جعلی عربی رو باهاش به کار می‌برن. به گفته دیگه به دنبال هر واژه فارسی نشانه کارواژه جعلی تازی رو می‌ذارن و اون یت رهبر رو میگن رهبریت. رهبریت به گفته اینها یعنی رهبری کردن و این غلطه. واژه پارسی رو به مصدر تازی نمیشه ترکیب کرد. تازیان میتونن کار خودشونو میکنن. عبودیت، صمیمیت، عربیت، انسانیت، نمیدونم خاصیت، همه چی عربه میگه. ولی واژه پارسی رو شما چرا مصدر جعلی باش میبندید؟ و ما در دستور زبانمون چیزی به نام این مصدر جعلی به این صورت که یه پدرش عربی باشه مادرش فارسی باشه نداریم. و بنابراین اون چی که من الان میگم با پسوند یت، این نادرست. یکیش همین رهبریت، به جای رهبریت بگید رهبر بودن، رهبری کردن، چون رهبر صفت، رهبر اصلا فعل نیست، صفت. البته در صفت فاعلیه، ولی شما میتونید بگید رهبر بودن، نه رهبریت. بارها و بارها شنیدم میگن ایرانیت، ایرانیت. بابا ایران که فارسیه، چرا ایرانیت؟ ایرانی بودن، زنیت، فلان کس زنیت خوبی داره، خیلی خوب خونه رو اداره میکنه، این زنیتش خوبه. بابا زن فارسی رو چرا زنیت میگی؟ میگی زن بودنش خوبه. و از همه بدتر و مصطلح‌تر خریته. همه جا میگن خریت، خریت. خر که فارسیه، ایتش چرا میگه؟ یه روز یکی از در ایران در دانشگاه از من پرسید آقا خریت درسته؟ گفتم خریت از خریت میاد و به جاش خر بودن باید گفت. بعد بیننده دیگری پرسش کرد، پرسیده که آیا این سفته درسته که در بازار روا هست نامش، یا سفته یا سفته؟ سفته درسته یا سفته یا سفته؟ باید بگم که درست این واژه سفته است، صدای بالا داره، بنابراین درستش سفته است. اما یک، بارها و بارها گفتم زبان پارسی یک زبان نرمه، یک زبانی است آسان. بر این پایه اگر یک واژه‌ای رو شما برخی از بند واژه‌هاشو با آوای زبر یا زیر یا پیش بگید، اگر معنای واژه دگرگون نشه درست. شما چه بگید مشک، چه بگید مشک، هر دوش درسته. اما وقتی میگید مشک، معنای واژه دگرگون میشه. بنابراین اگر به جای مشک بگید مشک، نادرسته. از این مسئله، از این چیزا زیاد داریم که با دگرگون کردن این صداهان واژه معناش عوض نمیشه. مثل نمودن، 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 نمایش، 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 همش درست، چون معنا عوض نمیشه. حالا چرا میگیم همش درسته؟ مگر زبان یه لغت نباید باشه؟ بله، همونطور که گفتم سفته درستشه و
ولی سفته و سفتم میگن، معنی عوض نمیشه. برای اینکه کشور ما یک کشور پهناور بوده، در یک کشور پهناور تیره های گوناگون ایرانی پخش شدن. اینها همشون در آغاز کم بودن ولی چون گسترده شدن هی پخش شدن، ولی در سرزمین ایران بودن و فارسی سخن میگفتن. اما در گذشت زمان 100 سال 200 سال 300 سال این گویش ها در هر منطقه در هر اقلیمی دگرگون شد. ما یعنی تهرانی ها میگن من، خراسانی ها میگن مو، گیلک ها میگن می، ولی هر سه منظورشون منه. ما نمیتونیم بگیم آی خراسانی تو من رو چرا مو میگی، اون گویشه ولی زبان فارسیه. بر این پایه امیدوارم که این پرسش این بیننده پاسخ داده شده باشه. و اما بانوی پرسیدن شخوده یعنی چی؟ شخوده شین خ واف دال ه. شخوده به یک خراش اندکی از پوست گفته میشه که گهگاه خونی از اونجا بیرون میاد ولی خراش خورده، به اون میگن شخوده. و این ریشه هایی که دور ناخن میشه و بسیاری کسان هی میکنن بعد گهگاه، خود من هم دوچارشم، اینا رو میگن شخوده. درسته واژه ایست که دور از اندیشه است ولی باهاش در تماسی. فردوسی میگه شخوده روخان، یعنی کسانی که صورت خودشون رو خراش دادن. شخود روخان نو برهن سرا، همه رفت غلطان به خاک اندرا. یعنی در سپاه بعضی از اینا در افتادن، صورتشون خورده به زمین، خراش خورده، بعد سرشون کلاهشون از سرش افتاده، همه اینا غلطان به خاک افتاده بود. پرسش دیگری داریم از بیننده، میگه دوستی دارم که نام خانوادگی زربان است نه رزبان. رزبان یعنی نگهبان مو، نگهبان مو. این زربانه، با زروان هم اشتباه نکنید. زروان سیستم تقویمی ایران کهن بوده، زربانه. بعد ایشون خودش گفته آیا زربان به معنی نگهبان طلا نیست؟ نه، زربان در زبان پارسی واژه ترکیبی نیست که زر باشه و بان پسوند بان بخوره بده. زربان خودشه، یعنی یک واژه کامل همبسته و چسبیده به همه و به معنای پیر سال خورده است. حالا در شگفت میشید که هیچیش به این نمیخوره که پیر سال خورده رو بگم زربان. این واژه در آغاز زالمان بوده، زالمان یعنی مانند زال، پیر و فرتوت و سپید بوی به نظر میومد. زالمان رفته رفته شده زارمان و بعد زاربان و بعد زربان شده. این هم پاسخ این بیننده ارجمند، دوست ارجمند آقای وارتان. اگر آگهی زمانش برس پخش بفرمایید و بریم یکی از یاوه های این ملاها ها رو بگیم، باز به پارسی هم بپردازیم. باز یه دست گل تازه‌ای باز این ملاها به آب زدن. یعنی هر جای این کتاب های اینا رو که شما نگاه کنید نشون میده که اینا واقعا چیزی که در مغزشون نیست دانشه و به خودشون میگن علما. علما؟ علما اینو گفتن علما. و
اندکی تصور و خرد ندارن که اینا آقا این پرت و بلایی که میگن درسته یا نه. گفته کلینی پیامبران معجزه دارن و امامان کرامت، یعنی کارهایی که امامان میکنن کرامته. تا حالا امامان معجزه میکردن و حالا امامان فقط کرامت دارن و پیغمبران معجزه میکنن، در حالی که خود پیغمبر مسلمونا میگه من معجزه ندارم، اما معجزه نخواهد. حالا پیامبران معجزه دارند و امامان کرامت الا علی، به جز علی. علی امیرالمؤمنین مولای متقیان، شیر بیشه توحید و همان انا مدینة العلم و علی بابها. اون حرف از قول پیغمبر گفتن، حالا درست یا نادرست شو نمیدونم، گفته من شهر دانش هستم و علی در اونه. و یا انا میزان العلم و علی کفاه، من ترازوی دانش هستم و علی کپه های اون هست. علی بالاتر از اعجاز دارد، از اعجاز بالاتر داره. پیغمبر چیه؟ علی بالاتر از هم. یه آدمی که بالاتر از اعجاز داره، موقعی که صبح پاشده بره مسجد نمیدونسته که یکی اونجا خوابیده که بکشدش. این چه بالاتر از اعجازیه؟ اگر میدونسته که مسلمون نیست، خودشو انداخته در مرحله خطر. همیشه یکی از دستورهای اسلامی نیست که حذر کنید از جاهایی که خطرناکی. خب میگه علی بالاتر از اعجاز دارد و عجیب نیست که ملاقه کوثر در جنت دست ایشان. یعنی آخه میگن آخوندا علی دم در بهش وایساده، نشسته کنار حوض کوثر، هر کسی که وارد بهش میشه یه ملاقه از این آب کوثر بهش میده بخوره. بعد خودشون میگن به اونایی که همجنس بازن نمیده. آقا همجنس بازن میمیره بهشت، تو که میگی تو بهشت نشسته، همجنس باز چجوری میره بهشت؟ بعد حالا همجنس بازه میره علی بهش نمیده، خدا بخشیده تهش، گفته ببرو تو بهشت، علی میگه نه نمیدن. به هر حال حالا این داستان رو گوش بدی. عربی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرسید حیوانی که از جفتگیری سگ و گوسفند، خوب دقت کنید چه پرت و پلا میشینن میرسن، سگ و گوسفند اصلا به مغز شما خطور میکنه که سگ با گوسفند جفتگیری کنه؟ حیوانی از سگ و گوسفند متولد شده، آیا او حلال است یا حرام؟ چون سگ حرومه، گوسفند حلاله. حضرت فرمودند آن را با خوراک امتحان کن. نگفته مردک آخه نمیشه هم چیزی، معلومه خودش هم نمیدونسته، خود علی هم نمیدونست که همچکاری امکان پذیر نیست. گفت آن را با خوراک امتحان کن، ببین که گوشت میخورد یا علف. اگر گوشت میخورد سگ است و نجس است، و اگر علف میخورد گوسفند است و حلال. عرب گفت گاهی گوشت میخورد گاهی علف، مثل که عرب هم میخواست که خود شوخی کنه با ایشون، یا میخورد یا علف. حضرت فرمود با خوردن آب اون رو امتحان کن، ببین که با دهان آب میخورد یا با زبان. اگر با زبان دیدی که سگ است، و اگر با دهان آب می نوشد که حلال است و گوسفند. یعنی سگه با زبون آب می خوره، گوسفنده با دهنش. عرب گفت گاهی با زبان می نوشد گاهی با دهان. حضرت فرمود او را در گله بیانداز، ببین اگر در جلو یا در میان گله رفت گوسفند است، و اگر در پشت سر گله رفت سگ است و نجس. گفت گاهی وقتا وسط گله میاد، گاهی شمال جلوی گله میاد، و همه جا تو گله میاد، ولی گاهی هم عقب گله میاد، باز چیز نیست. گفت خیلی خوب. حضرت فرمود از نحوه نشستن او رو امتحان کن،
ببین چگونه مینشینه. اگر دیدی سر پا مینشینه که سگ است و نجس است، و اگر دیدی به یه ورک به یه ور پهلو میه و یک طرف مینشینه، گوسفند است. باز عرب گفت آقا جان آن حیوان هر دو جور مینشیند. در این موقع امیرالمومنین فرمود حال که این طور است پس او را بکش و ببین شکمبه دارد یا روده دارد. اگر شکمبه دارد گوسفند است، انگار گوسفند روده نداره. عجب علی به تمام جن و انس و همه چی عالم به سر و الخفیات بوده. و اگر روده داشت سگ است. عرب از جا برخاست در حالی که از وسعت علم حضرت تعجب کرده بود و روان شد. خب اینو شنیدی؟ تمام اینایی که الان بر ما فرمان میرانن از همین یاوه‌گوها. پریروز جوادی عاملی رو براتون نوارش گذاشتم، دیدید چه یاوه هایی گفت؟ به همه دانشمندانم توهین کرد، برای اینکه عقده دارم. حالا آیا این امامی که عالم به سر و الخفیاته، همه چی رو میدونه، آیا این کسی که خدا براش خورشید رو عقب میاره که نمازش قضا نشه، نمازش میخونه بعد خورشید دوباره بره سر جاش، بهتر نبود که به جای این همه پرت و پلا گفتن و نوشتن به این عرب نادان میفرمودند ابله چرا از من سوالات احمقانه میکنی؟ کجا دیده شده که سگ با گوسفند در آمیزد و گوسفند باردار شود؟ شاید خودش هم نمیدونست و مسلم نمیدونست. مسلم ایشون نمیدونست که گوسفند 354 کروموزوم داره و سگ 78 تا. گوسفند 54 تا، سگ 78 تا کروموزوم دارن تا بتونن ترکیب شن. بنابراین هرگز همچی چیزی رخ نخواهد داد. چطور ایشون بالاتر از پیغمبرا و نمیدونم دیگر امامان و نمیدونم عالم به سر و الخفایات و داشتن آینده، دانستن آینده و آشنا بودن به راه های کهکشان بوده، ولی نمیدونسته اینو که گوسفند از با سگ در نمی آمیزه. بارها دیدید یکی از ایرادهایی که به آقای داروین میگیرن اینه که داروین میگه انسان از نسل میمونه، ولی اون موقع نمیدونستن که کروموزوم انسان با کروموزوم میمون فرق داره. بنابراین هیچگاه هیچ میمونی از انسان و هیچ انسانی از میمون باردار نمیشه، چون کروموزوم ها به هم نمیخونن. بنابراین تز داروین به دید من یه تز بیجا و بیهوده است. سگ و گرگ ممکنه. بسیاری این سگای گرگی رو که دیدید میگن دو تیره. گنجشک و قناری ممکنه. ولی دیگر جانداران هرگز کروموزوم‌هاشون به هم نمیخوره. حالا البته میگن که به صورت تلقیح آزمایشگاهی اسپرم ببر رو در رحم شیر ماده گذاشتن و جانوری ببر رو گذاشتن و جانوری به وجود اومده شبیه شیره ولی تنش خالخاله. اسمش هم گذاشتن لاین تاگ، یعنی هم شیر و هم تایگر هم ببر. به هر روی اونم حالا در این دوران، با این حال هیچ وقت هیچ شیری، هیچ ماده شیری نمیده، تسلیم نمیشه به یه ببر نر که جفتگیری بشه. برمیگردیم به یه پرسشی که یکی از دوستان کرده بود. میپرسه سور و سات یعنی چه؟ من پوزش میخوام از همین دوست عجبن و دیگران که یه مقدار مهربانی میکنن، یک تعارف و تملق و چاپلوسی و اینا رو من نمیخونم. خواهشم اینه پرسشی که میکنید
یک سره برید سر پرسشتون. پرسیدن سورسات که میگن سورساتمون جور شد، سورسات فارسیه یا تازیه و یعنی چه اصولا؟ سورسات به چی میگن؟ پاسخ اینیست که نخست ریخت درست این واژه سورسات نیست. این واژه سیور ساته، سیور سات، سیور سات هم میگن، سیور سات یا سیور سات و بیشتر سیور سات میگن. این یه واژه مغولیه، نه تازیه نه پارسیه، مغولیه. به معنای خاروبار هم هست، خاروبار، زاد و توشه، به این معنا میاد. این عبارت از این بود که نیروهای مغول در سر راه خودشون از مردم روستا گندم، جو، لوبیا، برنج، اون چیزهایی که لازم بود جمع میکردن، حالا یا با زور یا با پول، مثل این که چون فقط در تاریخ ها نوشته گردآوری میکردن، حالا ممکنه به زورم بوده باشه. این واژه از همون زمان آمد به زبان پارسی و روا شد و رفته رفته به جای سیورسات سورسات گفته شد. اونجا سیور و وسطش نیست، سیور سات، نه سیورسات، اینجا سورسات میگن. در دوره قاجاریان که میدونید قاجاریان از نژاد مغول بودن، در دوره قاجاریان اندک اندک این واژه سیورسات شد سورسات و در کاربرد دستمزدها و درآمدهای ماهانه‌ای که از سود زمین و کشتزارها و مالیاتها در روستاها از طرف شاهان به پیرامونیان و کسان داده میشد که برن بگیرن، اینو میگفتن سیورسات، که یواش یواش سورسات شد. بر این پایه سورسات، یا بهتر بگوییم سیورسات، همونطور که گفتم نه پارسی است و نه تازی. به من خورده گرفته بودن که آقا شما یه مدتی سخنان بزرگان میگفتید و خیلی جالب بود. البته سخنان بزرگانه دیگه، باید جالب باشه، چرا دیگه نمیگید؟ اگر زمان باشه میگیم، اگر زمان نباشه خب واجبتر برنامه است. حالا امروز زمان تا اندازه‌ای داریم. یکی از بزرگان گفته فکر کردن به گذشته، فکر کردن به گذشته مانند دویدن به دنبال باد است. آدمی ساخته افکار خیش است و همان خواهد شد که به آن می‌اندیشد. آدمی ساخته افکار خیش است و همان خواهد شد که به آن می‌اندیشد. امروز را برای محبت و علاقه به عزیزانت غنیمت شمار. شاید فردا احساس باشد ولی عزیزی در کار نباشد. امروز را برای ابراز محبت و علاقه به عزیزانت غنیمت شمار. شاید فردا احساس باشد و عزیزی در کار نباشه. هیچ وقت به خداوند مگو خدایا من یک مشکل بزرگ دارم، بلکه به مشکل بگو ای مشکل من خدای بزرگی دارم. ما ندرتا درباره آنچه که داریم میاندیشیم، در حالی که پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم. ما ندرتاً، خوب به این لغت ندرتاً توجه کنید، یعنی کمتر، ما ندرتاً درباره آنچه که داریم میاندیشیم، نه آنچه که، در حالی که پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم. و محبت همه چیز را شکست میدهد
و خود شکست نمی خورن. محبت همه چیز را شکست می دهد و خود شکست نمی خورد. تولستوی گفته این را. محبت سرمایه ای است که با آن همه چیز را می توان خرید، ولی خود رایگان است. محبت سرمایه ای است که با آن همه چیز را می توان خرید، ولی خود رایگان است. مهاتما گاندی. و آخرین، آن کس که می تواند انجام می دهد، آن کس که نمی تواند انتقاد می کند. نادرشاه افشار. آن کس که می تواند انجام می دهد و آن که نمی تواند فقط انتقاد می کند. اینها سخنان بزرگان بود. حالا بیایم سخنان کوچکانم ببینیم. کوچیک ها چی میگن؟ کوتوله های اجتماعی و سیاسی و دینی. آیت الله خزعلی: حجاب موجب بالا رفتن معدل دانشجویان می شود. آخه چی به چی ربط داره؟ حجاب موجب بالا رفتن معدل دانشجویان می شود. آیت الله امینی، امام جمعه قم: سنگسار خوب است، باید علنی شود. سنگسار خوب است، باید علنی شود. احمدی نژاد: ما در ایران هیچ همجنس باز نداریم. وزارت اطلاعات، یعنی وزیر اطلاعات، اعلامیه داده که سنجاب‌های جاسوس در مرزها دستگیر شده. سنجاب‌های جاسوس رو در مرز دستگیر کرده. سخنان کوچکانه. احمدی نژاد پیش از انتخابات: پول نفت را سر سفره مردم می آوریم. احمدی نژاد پس از انتخابات: نفت که خوردنی نیست که سر سفره بیاوری، ولی آدم پر رو زیاد داری. بعد الهام، سخنگوی وقت دولت: نفت را سر سفره مردم نمی آوریم، بوی بد می دهد. دلقک بازی حکومت نیست، اصلا مسخره است. مردم رو آخه مردم هم نباید فریفته شوند، نباید فریب بخورند. چقدر بگی مردم نروید رأی بدید، نپذیرفتید، رأیتون رو خوردن، خودتونم زدن، کشتن، زندان انداختن، به تجاوز کرد. آقا در برابر رژیم بایستید، رأی ندید، مقاومت منفی کنید. اسماعیل تتری، نماینده کرمانشاه: آلمانی ها اگر بشر بودند که یک زن رقاص رئیسشان نمیشون. خب این یه عضو یک حکومت، بالاخره نماینده مجلس هم عضو یک حکومت قوه مقننه است دیگه، اینقدر باید وقیح باشه، اینقدر اصول دیپلماسی و روابط جهانی رو ندونه که به رهبر یکی از بزرگترین کشورهای فنی، بزرگترین کشور واقعا آلمان، یکی از بزرگترین کشورهای صنعتی است، بیاد بهش اهانت کنه، بگه رقاص. احمدی نژاد: اینهایی که امام زمان را قبول ندارند به اندازه یک بزغاله هم فهم و شعور ندارند. لاله افتخاری، نماینده مجلس آخوندی: در سرزمین اسلامی نباید یک مریض زن به دست نامحرم مداوا شود. بمیره، مرد نباید بهش دست بزنه. اون زنه اگه دوروبرش دکتر زن نبود و یا بود و شعورشون به اندازه دکتر مرد نبود، این باید بمیره، نباید نامحرم دست بزنه. به خمینی گفتن، تو تلویزیون به صراحت اومد گفت، ازش پرسیده بودن که آقا یک پزشک باید بالاخره بدن رو ببینه
بدن زن رو و گفته یه آینه بذاره از تو آینه ببینه. این مغز رهبرشون بود که پشتش سینه میزنن براش بتکده و بتخانه درست کردن. وای به بقیه. با سپاس از هممیهنان ارجمند و با سپاس از وارتان ارجمند در اتاق فرمان، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران.